سلام به همه فارسی زبان دنیا، من مونا هستم و این اولین قسمت از شوی اینترنتی اتاق بازی موناست. توضیح کلی در مورد کانال میدم، وقتتون رو زیاد نمیگیرم چون خودم اصلا خوشم نمیاد از سخنرانی های بلند و حوصله سر بر. بیاید از یه خورده قبل‌تر شروع کنیم، یعنی زمانی که هنوز خبری از اینترنت پرسرعت نبود. دانلود یه فایل 2 مگی نیم ساعت طول میکشید، تازه اگه خوششانس بودی و اون وسط کسی نمیخواست از تلفن استفاده کنه. خودش حال و هوای اون موقع یه جور دیگه بود. مثلا بال اومدن ویندوز 98 رو باید گوش بدیم. اون زمان گوشه اسمارت نبود. سایران برای خودش اندازه 20 آیفون 11 پرو کلاس داشت. همه نزدیک عید که میشد منتظر شوی نوروزی بودن تا ببینن ناهید شهر رو امسال چی میخونن. کامران و هومن هم که حسابی دلبری میکردن. عصای جمعه که میشد طرف های تلویزیون خوب بودن تا نمیدونم قسمت چنده به فوتبالیستا پخش بشه. بعدش هم پسرها میرفتن توی کوچه، ساعت ها با یه توپ چند لایه تمرین میکردن تا بتونن مثل سوپاسا شوت چرخشی بزنن. اون موقع خیلی کلاس داشت و دخترها عاشق این بودن که مانتوهای مامانشون رو بپوشن و ادای آدم بزرگا رو در بیارن. از حماسه ملبورن زمان زیادی نگذشته بود و بحث‌های فوتبالی همین جدا بود. شاید باورش براتون سخت باشه، ولی ایده اصلی ایجاد این کانال همون موقع به ذهن من رسید. حالا با خودتون میگید که چجوری موقعی که یوتیوب نبوده؟ بذار یه خورده بیشتر براتون توضیح بدم. لابد همه شما بین همکلاسیاتون یا دوستاتون یه کسی رو داشتید که بهش میگفتین دست و پا چلفتی، یکی که همه تو کلاس اذیتش میکردن و همیشه یه گوشه تو مهمونی میشست و به بقیه نگاه میکرد، کم صحبت میکرد و معمولا هم نظر خاصی در مورد چیزی نداشت. خب این دقیقا من بودم. بچه که بودم همیشه فکر میکردم که بقیه از من بهترن، به هر کاری که دست میزدم یه گندی از توش در میومد. معمولا تنهایی خاله بازی میکردم. یا وقتی که با بچه های فامیل خاله بازی میکردیم، نه مامان میشدم نه بابا میشدم. در بهترین حالت یه بچه میشدم که اول بازی من میفرستادم دنبال نخودسیا. دیگه به این باور رسیده بودم که دیگه نمیتونم هیچ کاری انجام بدم، توانایی انجام دادن هیچ کاری ندارم. تا یه روزی که بابام تمام معادلات ذهنی منو تغییر داد. تو یک روز گرم تابستونی زیر باد کوله لند داده بودم، تلویزیون روشن بود و بستنی ها هم داشتن مسخره‌بازی همیشگیشون رو در می آوردن. خدا وکیلی برام همیشه سوال بود کسی هم هستش که این برنامه رو دوست داشته باشه؟ منم مثلا داشتم تلویزیون نگاه میکردم، ولی همه ی حواسم هم پیش مامانم بود که داشت با بابام تلفنی صحبت میکرد. اون روز قرار بود بابام زود بیاد خونه چون که اون روز تولد من بود. همه حواسم هم به مامان بابام بود که لای حرفشون ببینم که برای من چی میخرن، ولی متاسفانه هیچ چیزی نفهمیدم. بچه ها ببخشید که توفق زدم، خندم گرفت. البته هیچ امیدی هم نداشتم که به اینکه مامان بابام برام چی میخره. فوق فوقش برای من اگه خریدی هیچ کادوی چیزی داشتن این بود که یه جامه دادی برام میگرفتن یا مثلا یه لباس مهمونی. دیگه خلاصه بابام اومد و یه کیکم با خودش آورده بود و تولد خوندن و یه تولد مامان بابایی داشتیم و خوب بود. شما رو فوت کردم و رسیدیم به اصل ماجرا که کادوها بود. کادوی اون سال مثل همیشه نبود. معمولا همیشه با یه جامعه دادی پاکن سرتای داستان رو جمع میکردن، ولی اون سال فرق میکرد. جلوم یه جعبه‌ای گذاشته بودن که جعبه با وسواس خاصی کادو شده بود. کاغذ کادوی قرمز رنگی بود که روش پر از عکسای میکی موز کوچولو بودن که داشتن به هم میخندیدن. این خبر به هم داد که این کادو با کادوهای قبلی فرق میکنه. کادو رو با یه ولای خاصی بازش کردم. باز که نفارش کردم. نمیدونم میتونید منو چقدر درک کنید. من الانم که در موردش صحبت میکنم موهای تنم سیخ میشه. و بالاخره باز شد. یه جعبه سیاه مشجع در عین سادگی جذاب تو وسط جعبه‌ام عکس سوباسا بود که در حال زدن شوت چرخشی بود و چند سانت اونورتر هم لاک پشتای نینجا بود، لوناردو و اگه اشتباه نکنم داناتلو. در مرکز تمام این زیبایی یک کنسول زرد رنگ بود با دسته‌های سبز رنگ و منی که بهش خیره شده بودم. بابام خیلی آروم در گوشم گفت بابا این میکروه و من این گونه بود که وارد یک دنیای دیگه شدم.
دنیایی که دیگه من مونای دست و پا چلفتی نبودم. دنیایی که توش هیچ محدودیت و مرزی نبود. دنیایی که توش یه روز قهرمان و ناجی زمین می‌شدم و با آدم فضایی‌ها می‌جنگیدم و روز بعدش هم ماریو می‌شدم و توی ماشروم کینگدم به دنبال نجات پرنسس پیچ بودم. حالا دیگه یه چیزی پیدا کرده بودم که توش از بقیه بهتر بودم. دخترها که هیچ پوز پسری فامیلم زده بودم. یه مثال کوچیکش بازی کنترا بود که ما اون موقع‌ها بهش می‌گفتیم راکی رامبو که بدون کد کنامی تمومش می‌کردم. دیگه وقتی موقع خاله بازی میشد دیگه اصلا برام مهم نبود که کسی منو به فرزندخوندگی قبول میکنه یا نه، چون دیگه برام یه کار دیگه مهم تر بود و اونم تموم کردن بازی نینجا گایدن بود. دوستان ویدیو گیم زندگی من تغییر داد، به من اعتماد به نفس داد، به من یاد داد که برای رسیدن به هدفم باید زحمت بکشم و تلاش کنم و از باختن نترسم. همیشه تو زندگی دلم میخواسته که این تجربیات رو با بقیه در میون بذارم، چون معتقدم هزاران یا شاید میلیون آدم هستن که مثل من باشن. و این چنین شد که مصمم شدم این کانال رو بزنم، با شما دوستان عزیز در ارتباط باشم. و اما بریم سر اصل موضوع که میخوایم ببینیم داخل این کانال چه محتوایی رو قرار داشته باشیم. خب اگه بخوام کلی بگم، هر چیزی که سرگرم کننده باشه، از نقد بازی و کنسول گرفته تا فیلم یا سریال. البته اینم بگم هدف خودم بیشتر اینه که محتوا بیشتر مربوط به دنیای بازی باشه و بازی‌هایی که خیلی از ما باهاشون خاطره یا به قول خارجی‌ها باهاشون نوستالژی داریم. ولی باید نشست و دید، چون این کانال مثل یک نهال نفاس که نیاز حمایت شما عزیزان داره تا بتونیم هر چه سریعتر پیشرفت کنیم و دیده بشیم. دوستان، محتوای این کانال بر اساس نظر شخصی خودم هستش و خوشحال میشم که نظر خودتون رو در خصوص این کانال به من بگید. ممنون. در آخر خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم سالها و روزهای قشنگی رو کنار هم خلق بکنیم. یادتون نره که با فشردن کلید سابسکرایب ما رو برای رسیدن به هدفمون حمایت کنین. خیلی ممنونم که این قسمت از اپیزودمون رو نگاه کردین. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.